داستان بودا بودا به دهی سفر کرد زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد کت خدای دهکده حراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است به خانه او نروید بودا به کت خدا گفت یکی از دستانت را به من بده کت خدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت: حالا کف بزن. کت خدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کس تواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی نیست نمیتواند به تنهایی بد و هرزه باشد مگر اینکه مردان دهکته نیست هرزه باشد. بنابراین مردان و پولهایشان است که این زن زنی حرزه شده برو و به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان دهکدت